از این به این رسیدیم بماند، بچه ریاضی میدونن، ما اصلا لازم نیست بدونیم. خب سینوس یک کمانی شده سینوس پی چهارم، تمام شده رفت. یعنی ایکس به اضافه پی سوم میشود دو کاپی به اضافه آلفا، یا دو کاپی به اضافه پی منهای آلفا، یا به اضافه سه پی چهارم. خیلی خوب شد، پی سوم ببریم اون ور، اون وقت ایکس برابر میشه با دو کاپی که هست، یه پی چهارم داریم منهای پی سوم میشه منهای پی دوازدهم، یه دونه هم دو کاپی اینجا داریم، سه پی چهارم منهای پی سوم برابر می شود با هشت پی دوازدهم یا دو پی سوم. درست گفتیم؟ آه ببخشید بچه ها، منهای ببخشید منهای پنج دوازدهم پی ببخشید. ردیفه. حالا من میخوام همه جوابهایی رو پیدا بکنم که توی بازه منهای پی تا دو پی قرار داره. چند لحظه بریم رو اسکرین. خب بچه این جمعه ها، این جمعه ببخشید. خب بچه ها من اگر کار رو بذارم صفر، حاصل این چند در میاد؟ میشه منهای پی دوازده. کار رو منفی یک بذارم دیگه خیلی منفی میشه، از منهای پی میزنه عقبتر. اگه کار رو بذارم یک چطور؟ میشه دو پی منهای پی دوازده. خوب شد. اینجا چطور؟ کار اگه صفر بذارم همون پنج پی دوازده همو دارم. اگه کار رو یک بذارم از دو پی میزنه بالا، منهای یک بذارم از منهای پی میزنه کمتر میشه. یعنی ما همین سه تا جواب رو بیشتر نداریم. با هم جمعش کنیم، یه دونه دو پی که اینجا دارم، یه دونه پنج پی دوازده هم منهای دو پی دوازده هم میشه سه پی دوازده هم به اضافه سه پی دوازده هم یا پی چهارم میشود نه پی چهارم، که گزینه درست گزینه یه سه خواهد بود. حالا ببین، این سوال زیبا رو نگاه کن. به 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 به، برای حل این سوال دو تا روش وجود داره. یا میتونیم هوپیتال بزنیم که کار اینقدر سختی هم نیست، اینقدر هم آسون نیست چون کلی رادیکال داریم. میتونیم هم واقعا اینها رو گویاش بکنیم. اگه از روش سریع اینها رو گویا بکنیم، اتفاقا خیلی روشه تند و سریعی خواهد بود. نگاه کنید بچه ها، من میگم لیمیت این رو اگر تو مزدوجش ضرب بکنم حاصل چی میشه؟ نجات یافتش چی میشه؟ میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو، یا به بیانی میشه دو ایکس به اضافه سه منهای سه ایکس به اضافه چهار. خب مزدوجه خودش بی مشکله، مقدار عددیشو میذارم، مزدوجش میشه چند؟ میشه یک به اضافه یک میشه دو. الان صورت اوکی شد، مخرج چیه؟ مخرج اینو باید تو چاقش ضرب کنم. خب اگه اینو تو چاقش ضرب کنم نجات یافتش چی میشه؟ میشه اولی به توان سه به اضافه دومی به توان سه، یا همون یک به اضافه ایکس. حالا چاق این مقدار عددیش چی میشه؟ میشه سه برابر اولی به توان دو، یعنی همون سه. فوق‌العاده شد. این دوتا رو از هم کم کنم، دو ایکس منهای سه ایکس میشه منهای ایکس، سه منهای چهار میشه منهای یک. این دوتا با هم ساده میشن، یه منفی اینجا داره، سه دوم با علامت منفی، یعنی گزینه درست گزینه یه چهاره. حالا ببین، این یکی رو ببین، اوف 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 اوف. تابع فلان در چند نقطه ناپیوست است. این سوالا رو ما میگیم قول مهربون. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که ظاهرش خیلی سخت و پیچیده است، ولی یه داستانی داره. نگاه کن،
اولا من ممکنه درگیر این بشم که آقا قدر مطلق x کی از x2 کوچیک‌تره، کی از x2 بزرگتره. قدر مطلق x عموما از x2 بزرگتره. نگاه کن، یادت میاد دیگه x اینه، درسته؟ و x2 به این شکله، در صورتی که قدر مطلقش رو بگیریم قیاف được một cái các bạn nha.